شما اشاره کردید که جریان هویت طلب، اون اسامی که گفتید نمیشناسم، هویت طلب من تبریزی از خودم میپرسم هویت چه هویتی رو من باید بطلبم؟ من دنبال چی هستم؟ مگه من هویتم رو گم کردم که باید بطلبم؟ بعد من ستم رفته میدونم، به رنبان من نرسیدم میدونم، دل میگیرم میبندم میدونم. بخشانی از ایران هست که ستمی که بر اونها میره از من بیشتره، عمران آبادانی اونجا از من کمتره، ایلام و سیستان و بلوچستان و بخشی از کردستان داغونتر از اون چیزیست که میتونیم فکر بکنیم. در استان خوزستان که نفت میلیارد دلاری برای ایران تهیه میکنه، در خود مسجد سلیمان بیخانمان ها را اکساشون میبینیم در بوش لحشتناکترین خیلی انسانی ترین شرایط دارن زندگی میکنن. شما اینه که نگاه میکنید میگید اون شاه برونه ای که دو تا زن رسمی داره که با هیلری کلینتون و بیل کلینتون ملاقات که کرده بود، از دو زن رو یه جا معرفی کرده بود که قیافه هیلری خیلی تماشایی بود، بازم صد زحمت به اون که میگه خب آنها که ما پول و نفت داریم جمعیتمون هم کمه، نفل اینقدر در ماه بهتون میدیم به همه تون رفاه داشته باشیم. خب حالا من دنبال چه هویتی هستم؟ هویت من چی میشه؟ من دنبالشم به کدوم هویته؟ چرا پسر تیمون لنگ که با از تبار اوغوزخان اومد در ایران آقای شاهروخ چرا هویت نطلبید؟ چرا مسجد گوهرشاد رو گوهر خانم ساخت؟ چرا من خیلی در دورهای مختلف، چرا سلجوقیان خودشون تبدیل شدن به ایرانیان درجه یک؟ بله، چرا اسمش شاهروخ گذاشت؟ چرا شما الان در باکو قدر شیوانشاهان رو نگاه کنید؟ قدرشون اونجا جای توریستیه، شما میتونید تماشا کنید چون در چند متری زمین سنگ قبراشون هستش و شیشه کشیدن، از روی شیشه میتونید بخورید. مادر شاه و خواهرش و دخترش و برادرش همه اونجا، کیخسرو و کیقوباد و تحمیله و اینا اسامی اوناست. چه کسی اینا رو وادار کرده بود این کارو بکنه؟ بله. چرا ستارخان احساس هویت گم کردن نکرده بود؟ چرا یک لحظه برای روزا که پیروز میدان هم شده بود چیزی به نام هویت واسش مطرح نبود؟ چرا وقتی که کربلای حسن باغبان در بازار تبریز کشته میشه ستارخان نگرانش، نمیدونه چه اتفاقی افتاده، نامه به موتی دلچی میفرسته که از اون میخواد که نگاه کن ببین اگر کربلای حسن اتفاقی براش افتاده به من خبر بده. اون در جواب به ستارخان مینویسه قربانت کردم، آقای کربلای حسین باغبان در بازار کشته شده بود، من دستور دادم با عزت و احترام هرچی تمومتر اون تشییع جنازه کردم و کفن دفنش با حضور همه ما انجام شد. حالا اگر میل جناب ستارخان بر این است که این جسد رو بیاریم، با کمال میل حاضرم تحویل بدیم. من نمیدونم چرا ستارخان مدرسه نرفته با لوتی دلچی برای همدیگه نامه پارسی نمیدن. چه اصرار داشتن رژیم قاجار؟ همه شان هزدم آقای مجفر دنشاه با لحجه غلیظ آذربایجانی پارسی حرف میزد. خب تمام دوله بقیه هزدم همه قجر بودن با ریشه به تبار ترکمن. چرا در اونجا هویت گم نشده بود؟ کدوم هویت؟ و بدتر از همه سالتای به اصطلاح روشنفکران در اصلاح طلبان رو گاهی میبینم که
بدون اینکه متوجه این نکته بشن عملا آب به این آسیاب ها میریزن. صحبت از حرکت قومی، قوم چی؟ آقای دکتر، بناب باید حتما در آکسفورد انگلیس تست دی ان ای بکنه تا بجو تشخیص بده، ثابت کنه که دی ان ای تمام اهالی آذربایجان مانند مازندران و گیلان اصفهان به یک ریشه مادری میرسه. ما شوونیست فارس نیستیم، نمیگه حکومت فارس، دولت ایران، ملت ایران، آمیزه اینها. دقیقاً خانه دقیقاً. همگان خان و سلمون و ساروخ و محمود غزنوی رو که محمود غزنوی از بچگی ایرانیزه شده بود، از وقتی که پدر بزرگش وارد دستگاه دولتی سامانیان شده بود اینا ایرانیزه شده بودن. اینها به فاصله کوتاهی چنان ایرانیزه میشن که الان شاهنامه بایسونگول معتبرتر شاهنامه است. بله آن بایسونگول که اسمش هم ترکیه، چه اصرار داشت که بگه با ارزشترین شاهنامه رو که الان در موزه های لندن و پاریس نگهداری میکنن نوشته بشه که مستندترین و درستترین نسخه شاهنامه هست با اون همه هنرنمایی؟ چرا؟ آیا رضاخان اونجا واسطه بود و وادارش کرده بود؟ یا به شوونیستای فارس اونجا بودن؟ پانفارسیست در اونجا بود؟ نه اینا نبودن. بله دی زیادی ترک ها اومدن در طول چند ست سال مهاجرت کردن، با شمشیر و بی شمشیر زدن، کشتن، گرفتن، در آرامش اومدن، مستقر شدن، جای خوشاب هوای اونجا رو تصرف کردن، موندن در کمترین زمان اونجایی شدن، آنچنان اونجایی شدن که اثراتش رفت سلجوقیان عثمانی هم رسید، به زبان دربارشون فارسی بشه. اینا چی کرده بود؟ چه کدوم حوییت همو من باید بگردم؟ مگر نه که حوییت من خط من میره به ستارخان میرسه و ستارخان میره چند قرن اون وسط به بابک میرسه. بله و از بابک چندین قرن میره عقبتر به آتروپات میرسه. دقیقاً. و در این وسط دیگران چه به مهمان خانده چه ناخانده اومدن به من، با من امتزاج کردن و من معجونی از اینها هستم. همچنان که اشکانیان تا مدتهای قابل توجهی کلمات یونانی در زبانشون باقی مونده بود، همچنان که یونانی ها کلمات ایرانی رو در زبانشون جا افتاده بود، همین اتفاق افتاد. این چیزی که به نام ایران هست که خیلی بزرگتر بوده، این رسید به اینجا که مجموعی از کسانی که در گذشته های دور اومدن واحدی ساختن به نام ایران. میدونی کدوم واحد؟ واحدی که البته شاید این بحثی که داریم بیشتر اشاره بکنم، واحدی که ستارخان آدمی بود. وقتی میگم ستارخان سمبوله ها، بله. یه نفر رو نداریم. دقیقاً. آریبالدی تنها رو حفظ نمیداره. ما بوگاچوف و لنین گفت ستارخان بوگاچوف ایرانه، اونو نمیگم. ستارخان به مسابقه سمبول مبارزان با نام و بی نامی که بیش از 3000 نفرشون جونشون رو فدیه فدیه ایران و استقلال ایران کردن و مشروطه ایران کردن، که جوان 16 ساله پسر علی مصری در لحظه ای که میخوان صندلی از زیر پاش در باغ شما بکشن و به دار بکشن داد بزنه بگه یا شاست مشروطه یا شاست ایران. ما با اینا داریم حریفیم، طرفیم. اینا چرا حوییت نطلبیده بودن؟ چرا هیچ اشکالی در حوییتشون نداشتن؟ چرا شهریار دنبال حوییتش نگشته بود؟ تا
دریا که هم چهل به زبان ترکی گفته هم فارسی، استاد سخن در فارسی. وقتی تهاشی و فهاشی و رزالت های کاری از غیر فارس زبان ها نغیر رزالت های کاری از فارس زبان ها رو میشنوه، هی و این هایی که با آذربایجان میشه اون شعر معروف رو مینویسه میگه. اما دست آخر همون کسی که از آتشکده ایران با آذربایجان آذرگشنه هست حرف میزنه. بله، مهد زرتشت در شعرش حرف میزنه. آقای فریاد هویتش رو اونجا یافته. اتفاقا عمدن گفتن اسم درش رو روی چیچ هست جایی که خسرو و بعدن معبدهای بسیار کنار این دریاچه از جمله همین معبد آذرگشنه است که جای معبد شاهان بود که مثل شاه عباس که پیاده بلند شد رفت به زیارت نجف، اونها هم به مشهد، اون شاهان هم بخشی رو پیاده رفتن به زیارت این آتشکده در کنار دریاچه رومیه. جنزک کنار اونجا پایتخت تابستانی اول حکومت ایران بوده. ما با این رو دیو هستیم چه حضوریت رو من باید بیابم؟ حالا اگر قرار فدرال بشیم و زبان مادری خیلی خوبه که در مدرسه ها تدریس بشیم، هیچ حرف نداریم، فقط یه راه داریم، از راه استقرار دموکراسی در سرتاسر ایران، فقط از این راه میگذاریم. فقط اونها باید بیدونن که عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ما اینجا نشستیم کنفرانس پشت کنفرانس رو در واشنگتن و جاهای دیگه میبینیم بسیار شدید کتاب بنویسن، از تلاویل خانم فلانی میاد کتاب بنویسه کنفرانس میده اثبات میکنه که اینا اصلا یه قوم دیگه ای هستن. همین رو داره میبینیم با میلیون ها دلار بودجه، اما دست آخر اونجا سرزمین ستارخانه من یه شیرانیه. روز از شما. من ترک ها اومدن اونجا حل شدن در اون چیزی که تمامیتی که اسمش ایران بود و فرهنگی که فرهنگ ایرانی بود آنچنان که حل شدن که در برابر دشمنان خیلی جالب جنگ های صفوی و شاه اسماعیل صفوی با ازبک ها نگاه کنید. بله و جنگ های شاه اسماعیل با عثمانی ها بله در چالدران عثمانی ها در اشغال های متعدد در تبریز نگاه کنید. داستان از چه قراره؟ کی میسته جلوشون؟ کیا بودن؟ وضعیت ما کجای تا بودیم؟ چرا ما این کارو میکردن؟ چرا عثمانی ها اونطور از سرها به گنجاد مناره میساختند؟ چرا شیخ محمد خیابان به زندانی عثمانی ها میشه؟ نه در تهران، نه در تهران مناره میساختن، در تبریز و در آذربایجان. من همونه میگم اشغال های متعدد. بله بله، این وقاحت میخواد که من شیخ محمد خیابانی رو قهرمان بدونم و در همون حال اون جدایی طلب بدونم، در حالی که میدونم که این آقا به خاطر ایمان خلال ناپذیرش به تمامیت ایران به اسیری عثمانی ها در میاد و قارس هم آقا رو میبرن. خبی که تاریخ فیلماش هم هست، روزنامه هاش هم هست، سخنرانی هاش هم هست، همون زمان ها سخنرانی هاش چاپ شده، نه این که بعدا بعد دوران رضا خان چاپ کردن یا بعد از انقلاب چاپ کردن یا ما کردیم، نه همون زمان کسانی که بغل دستش بودن. یا ثقت الاسلام چطور شده که آقای ثقت الاسلام که با همون همراه هشت نفر دیگه در اون اول ژانویه 1910 در باغ شمال ایران به تبریز به دار کشیده میشه، چرا شب قبل از این که ما در یک اینجا سرزمین کیانه
کیان کیه، کیخسرو کیان کیه، سرزمین جمشید چیه که قتل اسلام روحانی از میزنه؟ نگاه نکنید به این اخوندهایی که الان به نوروز کف شده در ریاه میدن که قتل اسلام با یک جمله از شعور تاریخی خودش، جملهش بسیار زیباست وقتی بهش میگن که آقا همه رو دارن میگیرن میکشن، همه رفتن، شما بیا از شهر برو بیرون. میگید یه میفتا دروازه تبریز جلو روسا باز کرد، باعث خفت همه ما ایرانی ها شد. من هرگز تن به این کار نخواهم داد و از این تن میهنانم رو تنها نخواهم گذاشت. اینا چی هم چرا فقط الاسلام رو بیدن نطلبید؟ چرا شیخ محمد خیابانی نه فقط نطلبید بلکه به شدت چنان پافشاری بر هویت ایرانیش کرد که زندانی عثمانی ها شد؟ چرا؟ چرا ستارخان با زبان فارسی که نمیدونست این چنین هویت هویت ایرانیشو خواهد؟ برحال از مسئله دور نمیشه. بله دریاچه رومیه فاجعه بزرگیست، فاجعه میگه باید رژیم رو وادار کنیم هر چه زودتر به این مسئله رسیدگی بکنه و جلوی فاجعه رو بگیره. نکته دوم این که به همون میزان که رژیم خطاکار در نرسیدن به این واقعه، اونهایی که از این سختن قیصریه دنبال دستمال برای خودشون میگردن، اونها هم بجز مزدوران، بجز خطاکاران، کسان دیگه نیستن. بحران رومیه، بحران ملی ایران. درودتان باد.